سلام دوستان به کلاس درس امروز ما خوش اومدین امروز میخوام یه مثال از کاربرد اصل خوش ترتیبی توی اثبات مسائل ریاضی حل بکنیم خب یه راست بریم سراغ چیزی که میخوایم با هم دیگه توی این جلسه اثبات بکنیم توی این جلسه میخوایم ثابت بکنیم که برای هر عدد طبیعی n جمع توان دو تمام اعداد کوچکتر از اون یعنی از یک تا مثلا خود n به توان دو میشه از این فرمول جمعش رو به دست آورد n در n برابر یک در دو n یک تقسیم بر 6 میخوایم ثابت بکنیم که این خاصیت به ازای هر n برقراره و میخوایم این خاصیت رو با استفاده از اصل خوش تیبی با هم دیگه ثابت بکنیم اگه یادتون باشه تو جلسه ای که الگوی اثبات توسط اصل خوش تیبی رو بهتون میگفتم گفتم که اثبات توسط اصل خوش خیلی موقع با اثبات همراه برهان خلف با هم دیگه میان به چه معنی؟ به این معنی که ما میایم یه فرض خلفی رو برای خودمون می نویسیم. و بعد سعی میکنیم با استفاده از اصل خوش به این اینو به یه تناقضی برسونیم و ثابت کنیم که این فرض خود نمیتونه برقرار باشه و حکم باید برقرار باشه. اینجا یه تمرینیه برای اینکه از اون الگویی که تو اون جلسه با هم گفتیم کمک بگیریم و بیشتر بفهمیمش. خب فرض خورد. حکم ما میگه که ثابت کنید برای همه انهای عضو اعداد طبیعی این خاصیت برقرار درسته دقیقا مخالف این حکم چی میشه؟ مخالف این حکم اینه که این رابطه برای بعضی انها برقرار نمی باشد این مخالف اینه که این رابطه برای همه انها برقرار است دیگه درسته؟ حالا اینجا از اصل خوش کمک میگیریم طبق اصل خوش این مجموعه انهایی که واسه شون این رابطه صدق نمیکنه کوچکترین عضوی داره مثل مثلا اس رو بذاریم ام که این رابطه براش صدق نمیکنه خب حالا اگه یادتون باشه به این جایی که می رسیدیم گفتیم که اثبات از این به بعد دو مرحله داره مرحله اول این هست که ثابت بکنیم این عدد ام صفر کوچکترین عدد یعنی یک نمیتونه باشه پس میخوایم ثابت کنیم ام صفر آیا مخالف یک هست یا نه خب بیایم به ازای یک این خاصیت رو بنویسیم میگه یک به توان دو آیا مساوی هستش با یک در یکه به علاوه یک در دو یکیه به علاوه یک تقسیم بر شیش. میشه یک در دو در سه تقسیم بر شیش. بله دیگه یک به توان دو مساوی یک هست. پس بله ام یک نمیتونه باشه. این مرحله اول رو رد کرد. تو مرحله دو میگیم که چون که ثابت کردیم ام یک نمیتونه باشه و m0 هم یه عدد طبیعیه پس m همیشه بزرگتر از 1 رابطه باید برای m0 منهای 1 برقرار باشه چون m0 منهای 1 یه عدد طبیعی میشه دیگه چون m بزرگتر از 1 و در ضمن m0 هم کوچیک‌ترین عدد طبیعیه که این رابطه براش صدق میکنه پس برای m0 منهای 1 حتماً باید برقرار باشه حالا میام اینجا صورت رابطه, رابطه برای m منهای یک باز میکنیم می, کنیم, می یعنی جاگذاری کنیم یک به توان دو دو به توان دو به علاوه تا ام من منهای یک به توان دو باید براش این برقرار باشه یعنی باید برابر باشه با ام من منهای یک ضرب در ام من منهای یک به علاوه یک میشه ام سفر. دو تا ام من منهای یک به علاوه یک میشه دو ام من منهای یک تقسیمشش تا اینجا کاری نکردم فقط ام من یک رو جاگذاری کردم تو این رابطه و گفتم که حتما باید براش این رابطه برقرار باشه حالا اگه تو باشه گفتم وقتی به اینجا رسیدیم اگه بتونیم ثابت کنیم از برقراری این رابطه برای ام 0 منهای یک راهی نمیمونه جز اینکه این رابطه باید برای ام هم برقرار باشه به تناقض میخوریم چون اینجا گفتیم که این رابطه برای ام صفر صدق نمیکنه و در اون صورت فرض خرف نمیتونه درست باشه و حکم ما باید درست باشه خب تا حالا اگه به اثبات هایی که با استفاده از این اصول تو نظریه داد انجام دادیم دقت کرده باشین یکی از راه های خیلی متداول اینه که میایم به دو طرف این رابطه اون چیزی که میخوایم رو اضافه میکنیم مثلا فرض کنیم من میام به دو طرف یه ام به علاوه دو اضافه میکنم ببینم چه اتفاق میفته این طرف که میشه همون چیزی که میخوایم یک به دو دو به دو تا ام به دو یعنی دقیقا همون صورت مسئلهمون برای ام حالا به این طرف ما بیام یه ام صفر به توان دو اضافه بکنیم ببینیم به کجا میرسیم شیشون ششم علاوه ام صفر به طوان دو اگه بتونیم با یه ذره اعمال ریاضی ثابت بکنیم که این در واقع همون خاصیت طرف راست خاصیت مورد نظرمون هست وقتی ام رو درش جاگذاری بکنیم اون وقت به این نتیجه رسیدیم که این رابطه باید برای ام درست باشه بیایم ببینیم میتونیم این کار بکنیم یا نه اول این طرف رو من یه خورده باز میکنم اولی در دومی ضرب میکنم میشه ام 0 به توان دو منهای ام 0 ضرب داره دو تا ام 0 منهای یک کلش تقسیم بر شیش یه مخرج مشترک میگیرم یعنی اون ام 0 به توان دو رو میارم این داخل میشه 6 تا ام 0 به دو تقسیم بر شیش خب حالا باز دوباره این دو تا هم در هم ضرب بکنم میشه دو تا ام 0 به توان سه به علاوه تا ام سف دو در واقع من دارم فرم ساده شده رو اینجا می اگه یکی نار در هم ضرب کنید و بعد جمله های مثل هم رو جمع کنید به این می رسیم به علاوه ام این در واقع ساده شده همینه وقتی این پرانتزار رو در هم ضرب کردم و ساده کردم حالا باز دوباره بیام یه خورده اعمال ریاضی و فاکتورگیری رو این انجام بدیم ببینیم میتونیم به فرم این رابطه برسونیمش یا نه از یه ام فاکتور میگیرم میشه ام در دو ام صفر به توان دو به علاوه سه ام علاوه یک تقسیم 6 شیش تا اینجا یه خورده به اون فرمی که میخوایم در اومده ام شیش از توش در اومده این دو تا پرانتز اگه بتونیم ثابت کنیم که ضربش برابر این پرانتز بزرگ است حل و اگه شما اینو اینجا بنویسیم و روی یه دونه مثلا چک نویس شما بیاین این دو تا پرانتز رو در هم ضرب بکنید میبینید که بله به این دو تا یه دو ام صفر به توان دو میده یه ام صفر بله به دو ام یعنی همون سه ام رو میده و یه دونه یک ضرب در یک یعنی که این همون فرم رابطه به ازای ام هست که برقرار است یعنی ما از این که این رابطه برای ام من منهای یک برقرار شروع کردیم به دو طرف ام صفر به توان دو اضافه کردیم یعنی کار خیلی خاصی نکردیم فقط یه چیزی به دو طرف اضافه کردیم که تساوی رو تغییری نمیده و با یه ذره اعمال ریاضی به این نتیجه رسیدیم که طرف چپ رابطه که همون طرف چپ خاصیت هست باید با طرف راست رابطه یا همون طرف راست خاصیت حتما باید برابر باشه که این هم خب یه دونه تناقض دیگه چون اینجا گفته بودیم که برای ام این رابطه صدق نمیکنه پس چون اینجا به تناقض رسیدیم فرض نمی نمیتونه برقرار باشه و باید که حکم ما برقرار باشه این هم اثباته این خاصیت توسط اصل خوشدارتیبی اعداد تو کلاس درس بعدی میبینم اتون.